سلام دوستان، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو می‌خوایم در رابطه با مواد غذایی که قند خون رو کاهش میده ویدیو رو برای شما تهیه کنیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیره. اون رو لایک کنید و با دوستان و عزیزان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم بازدید کنید. قند خون بالا میتونه ایجاد طیف گسترده ای از مسائل بهداشتی مانند خستگی مفرط، مشکلات قلبی و موارد دیگر بشه. اما یکی از دلایل و شایع ترین دلیل مبتلا شدن مردم به قند خون و یا دیابت بالا بودن فشار خون میباشه، چون در این صورت بدن نمیتونه تولید انسولین کافی داشته باشه و این بدان معناست که شما باید برخی از گروه های غذایی مانند کربوهیدرات های تصفیه و قند اضافی و نوشیدنی های شیرین مانند نوشابه، نوشابه گازدار، آب میوه‌های کارخانه‌ای را کنار بگذارید، چرا که تحقیقات نشان داده باعث افزایش بیش از حد قند خون میشن. اما غذاهایی که قند خون رو پایین میارن کدامند؟ برخی از مواد غذایی وجود دارند که میتونید به رژیم خودتون اضافه کنید و اطمینان حاصل کنید که قند خون شما رو پایین نگه میداره. استفاده از این غذاهای ساده رو میتونید به برنامه روزانه خودتون بیافزایید. اولیش توت هست. توت‌های مانند توت سیاه، بلوبری و توت فرنگی از جمله سالم‌ترین مواد غذایی هستند که به چند دلیل میتونن مصرف بشن، چون که این توت‌ها بهترین میوه برای کسانی هست که نیاز به کاهش قند خون دارند، زیرا حاوی آنتوسیانین و فلانونیدهای قدرتمند هستند. تغییر رنگ در توت‌ها میشن. یک مطالعه انجام شده توسط مؤسسه ملی بهداشت نشان داده که انواع توت‌ها به طور قابل توجهی گلوکوز خون و پروفایل لیپید رو تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش قند خون میشن. سعی کنید توت‌های مورد علاقه خودتون را به اسموتی‌ها، صبحانه خودتون با همراه با جو دوسر اضافه کنید. همینطور این توت‌ها را میتونید به غلات و ماست هم اضافه کنید. انواع توت‌ها را انتخاب کنید تا از انواع مختلف فلاونیدها بهره‌مند بشید. یک راه عالی برای انتخاب بهترین توت این هستش که توت‌های ارگانیک رو انتخاب بکنید. حتی میتونید از توت‌های منجمد شده در فروشگاه هم به طور منجمد استفاده کرد و به این ترتیب میتونید اونها رو به اسموتی‌های خودتون اضافه کنید و از فواید این توت‌ها استفاده کنید. مواد بعدی آجیل هستش. آجیل و دانه‌ها یک ماده مغذی بسیار غنی از پروتئین و رژیم غذایی سالم هستند. آجیل و دانه‌ها به عنوان کاهش دهنده قند خون معروفند که شامل بادام، دانه چیا، آجیل کاج و برزیلی هستند. مغزهای آجیل برزیلی همچنین غنی از سلنیوم هستند، ماده مغذی ضروری برای حفظ سطح طبیعی هورمون‌ها، که فقط 3 عدد آجیل برزیل در روز به رژیم خود اضافه کنید تا مقدار کافی سلنیوم رو دریافت کنید. بادام یکی دیگر از آنتی اکسیدهای قدرتمنده که میتونه به یک رژیم غذایی کامل اضافه بشه. یک مطالعه نشان داده که هنگامی که یک وعده غذایی با بادام مصرف می شود، میزان قند خون و انسولین در شرکت کنندگان کمتر بوده. به علاوه این مطالعه همچنین ثابت کرده که با سیر نگه داشتن شرکت کنندگان در مدت طولانی به کاهش گرسنگی و حتی میل به غذا خوردن رو در این افراد کاهش داده. مواد بعدی غلات کامل هستند. دریافت فیبر کافی در هنگام مقابله با دیابت مهمه. بنابراین غلات سبوس‌دار برای کسانی که خون بالایی دارند گزینه بسیار عالی است. سعی کنید همیشه نان سفید و برنج سفید رو به نان‌های قهوه‌ای و برنج قهوه‌ای تغییر بدید. با این تغییر میتونید که فیبر فراوانی از مواد غذایی دریافت بکنید. فیبر همینطور در هنگام مقابله با دیابت یا قند خون بالا ضروری است. خوردن مقدار کافی فیبر به کاهش سطح گلوکوز خون کمک میکنه. با جایگزینی غلات تصفیه شده مثل نان سفید، ماکارونی و برنج سفید با غلات سبوس‌دار مثل نان گندم کامل، کینوا و جوی دوسر میتونید مصرف فیبر روزانه خودتون رو بالا ببرید و بدن خودتون رو تقویت بکنید. مواد بعدی سبزی‌های برگدار سبز هستند. این سبزی‌ها عبارتند از کلم پیچ، اسفناج، کاهو،
و سبزیجات غیره که میتونید به تنظیم سطح قند خون شما کمک کرده و خطر ابتلا شدن به دیابت نوع 2 رو در شما کاهش میده. این سبزیجات رو میتونید بدون هیچ مشکلی به تمام وعده های غذایی خودتون اضافه کنید. همینطور به این سبزی ها میتونید ادویه های مورد علاقه خودتون رو همراه با روغن زیتون و کلم پیچ اضافه کرده و از خوردن آن بهره مند شوید. میوه بعدی آووکادوست. آووکادو مملو از چربی های اشباع نشده یا چربی های مفید هستند که یک گزینه مفید برای بدنه. آووکادو همینطور باعث میشه که توانایی و قدرت زیادی به بدن ببخشه و در کاهش قند خون بسیار مفید هستند. همونطور که گفته شد آووکادو مملو از مواد مغذی از جمله چربی های اشباع نشده سالمه که باعث کاهش شاخص گلیسمی و حتی به سطح لیپوپروتئین در بدن میشه. مورد بعدی ماهی هست. بهترین نوع ماهی برای کاهش سطح قند خون ماهی آزاد، ماهی سفید، ماهی خالمخالی و ساردین هست. به این ترتیب این ماهیان آب سرد، انتخاب این ماهی ها به این دلیل است که اولا این ماهی ها در آبهای سرد زندگی میکنند و دارای جیوه بسیار کمی در بدنشون هستند. همینطور این ماهی ها دارای اسیدهای زیاد اومگا 3 و مفید می باشند. ماهی تون نیز یکی دیگر از موارد مناسب برای افزود به رژیم غذایی است. اما از آنجا که میزان جیوه آن زیاد است نباید روزانه مصرف شود. ماهی های بزرگ معمولاً جیوه زیادی دارند. پس سعی کنید از ماهی های بزرگ مانند تون این دارای جیوه زیادی می باشند. در مصرف آن احتیاط رو در نظر بگیرید. ماهی ها همچنین سرشار از آهن، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. ماهی ها همینطور به طور طبیعی سرشار از یود، روی و ویتامین های گروه B هستند. مواد بعدی سیر و پیازه. سیر و پیاز دو گیاه دوستدار روده و شفابخش بدن هستند. در یک مطالعه مشخص شده که ترکیب این دو به همراه برگ دارچین، دانه شنبلیله و برگ گردو نه تنها باعث کاهش سطح قند خون میشه، بلکه به عنوان یک روش مؤثر در کنترل سطح قند خون شناخته شدند. سعی کنید در آشپزی خودتون سیر و پیاز بیشتری در دستور غذاهای خودتون مصرف کنید. ترکیب سیر و پیاز بیشتر برای کمک به کاهش قند خون و حفظ سطح گلوکوز خون می باشد. مواد بعدی سیب زمینی است. سیب زمینی دارای فیبر و پروتئین، همینطور دارای ویتامین C و A می باشد. سیب زمینی ها مخصوصا سیب زمینی شیرین به رژیم غذایی و همینطور کنترل حفظ قند خون کمک شایانی می کنه. برای استفاده از سیب زمینی های شیرین می تونید به آن روغن زیتون، پودر سیر، نمک و فلفل اضافه کنید و می تونید اونها رو نازل برش داده و مانند یک تکه نان پست کنید. میوه بعدی گیلاس ترش است. شاخص گلیسیمی گیلاس نسبت به میوه‌های دیگر کمتره. بنابراین میتوانید برای کاهش قند خون از آن استفاده کنید. خوردن گیلاس میتونه تأثیر مثبتی بر مبتلایان به دیابت و حتی چاقی داشته باشه. گیلاس همچنین به بهبود درد عضلانی کمک شایانی میکنه، چون دارای خواص ضد التهابی هستند. بهترین گیلاس ترش می باشد، زیرا بیشترین میزان آنتی اکسیدان رو داراست. گیلاس ترش همچنین می تونه به بهبود علائم آرتروز کمک شایانی بکنه و حتی کیفیت خواب رو نیز بهبود ببخشه. این به این دلیله که گیلاس دارای مواد طبیعی ملاتونین می باشه. ملاتونین به طور طبیعی وقتی خواب هستیم ترشح می شود. پس اگر با قند خون بالا مشکل خواب دارید، مقداری گیلاس ترش رو امتحان کنید. گیلاس ترش همینطور به مدیریت قند خون و بهبود سلامت کلی بدن کمک می کنه. مواد بعدی کاکائو. طعم طبیعی کاکائو شیرین می باشد، اما به دلیل مقدار زیاد آنتی اکسیدان کاکائو جایگزین مناسبی برای شکلات های شیرین هستند. تهیه کاکائو به راحتی در خانه میسر می باشد. کاکائو رو می تونید با اسموتی های خودتون مخلوط کرده و به عنوان یک نوشیدنی لذیذ نوش جان کنید. حتی از کاکائو خام می توانید برای
درست کردن کیک، پنکیک، وافل و موارد دیگر استفاده کنید. کاکائو خام 40 برابر آنتی اکسیدان بیشتری از زغال اخته داره و یکی از بالاترین منابع آهن گیاهی می باشه. همچنین سرشار از منیزیومه که به سلامتی قلب و مغز کمک می کنه. کاکائو خام خالص‌ترین شکل شکلاته، بنابراین حاوی بیشترین آنتی اکسید هاست و فواید سلامتی بسیاری برای بدن داره. سعی کنید از کاکائوهایی که 50% تیره هستند استفاده کنید. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با دوستان و عزیزان خودتون هم شریک بشید و فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.